خوب سلام دوستای نازنین خوش آمدین امیدوار هستم در هر کجای دنیا که هستین جور ساعت من باشین دوستای نازنین امروز می خواهیم طرز علیم افغانی رو براتان بگویم امیدوارستم که خوشتان بیاید خب دوستای نازنین در قدم اول مواد لازم میشه میگم که ما یک کیلو گندم با یک و نیم کیلو گوشت مرغ نیم گلاس برنجلاک همچنان یک عدد پیاز گسپدار دلچین نمک یعنی به قدر ضرورت ما ضرورت داریم خب دوستای نازنین در قدم اول ما گندم با خوب پاک شسته تا ای که پوستکایش و خاکبویش همه هم چیزش برطرف شوه خوب دوستا وقتی که ما, انتو ما پاک شستیم ایره در بین ما دوستای نازنین البته بین دیگه بخار انداخته بر 15 دقیقه بخار میتون و دوستای نازنین اگر شما دوست دارین میتونین یا وقت دارین میتونین بر 24 ساعت یک شبانه روز ترک کنین و یک چند دقیقه بجوشانین اتران برتان آماده میشه مگر این شکل ساده ترش است خوب دوستا وقتی که ایره ما بخار گذاشتیم بعدا برای آماده کردن یخنیش ام، ما قبلا آب ماندم سر جوش آمد یک عدد پیاز با گوشت مرغ و همچنان یک قشق نمک اضافه کرده و گذاشتم که جوش خورد و بعد از در دقیقه که گوشت مرغ نرم شد ما ایره در کاسه کشیده میگذارم تا که سرد شود خب دوستای عزیز وقتی که گوشت مرغ کاملا سر شد ما با کاردک توتا توتا به می شکل می آماده می کنم بخاطر که ساده تر با علیم ای علمش دوستای نازنین وال دوستا من گندوم قسمه که برتان گفتم پانزه دقیقه بخار دادم گذاشتم تا که سرد شد وال دوستا من از جوسر استفاده میکنم طریقه بسیار ساده و آسان است میگذارم که خوب کاملا یعنی قسم جوس باره و دوباره در بین یک جلیگه سیمی انداخته یعنی جلیه دستدار به این ترتیب دوستا ما گرفتیم کار بسیار ساده و آسان میسازم ما البته شیره گندم ضرورت داریم شیری گندم میگیریم و پوستکایش برطرف میکنیم البته دوستای عزیز وقتی که جوسر انداختین دو دفعه شما میتونین که ایرا استفاده کنین یعنی دو بار به جوسر ایرا پردین البته دوستای عزیز یک گلاس آب سرد رو باره که به جوسر مندازین یک گلاس آب سرد بالایش اضافه کنین و ای رو بگذارین که آماده شوه و دوباره به این ترتیب همهش صاف کنین خوب دوستای عزیز من تمامش آماده کردم یعنی همو شیری گندم را که ضرورت داشتیم گرفتم و آلی ایره به اضافه کرده و یکونیم گلاس برنجه که من برتان گفته بودم قبلا شسته بودم آماده گذاشتیم و آلی بالای دیگ اضافه کرده و ای را خوب شور می تیم دوستا دوستای نازنین ما ضرورت داریم که ایرا خوب باید شور بتیم به خاطر وقتی که تایی که دیگ ما سر جوش می امکان عزیز که زودتر دیگ بچسبه مگر کوشش کنین که از پیشتان نچسبه زیاد چور بتین همچنان دوست عزیز آله من همی... گوشت مرغه که آماده کرده بودم ایران بالایش اضافه میکنم و همچنان یک قاشق البته یک قاشق چایخوری پودر دارچینه با یک قاشق نمک بالایش اضافه کرده و خوب دوستا ایره با می یعنی شیر گندم و برنج امی مواد را کنداختیم ایره خوب شور میتیم دوستا دوستای نازنین پختن علیم زحمت زیاد داره مگر بسیار خوشتان میه چون آمد آمده رمزان نزدیک است و بعض دوستای ما دوست دارن در رمضان نوش جان کنن شما میتونین که یعنی به می ترتیب آماده کنین بسیار خوشتان میایه خوب خب دوستای نظرین من قسمی که شما میبینین بینین ایره شور دادم میرم تا ای که یعنی پایان دیگه ما نچسبه یعنی خوب سر جوش بیایم دوستای عزیز برای پختن علیم کوشش کنین که از دیگای ارمنی استفاده کنین به خاطر که دیگ یعنی زخامتش دبلتر است اه، اه، کارتان بسیار ساده و آسان میشه خب دوستا قسمه که میبینین دیگ ما یعنی نزدیک به جوش آمدن است ما شور دادم میرم تا ای که خوب کاملا آماده شوه و برنج یعنی کاملا ال شوه که اصلا دانه برنج دیش دیده نشوه برنج و همچنان گوشت خب دوستا قسم که دیدین دیگه ما خوب بالای جوش آمده یعنی ما خوب شور داده میریم یعنی دوستا قسم که میبینین یعنی سخت شده میره به شکل آبگین نیست سخت شده میره به می ترتیب ما شور داده میریم به که اگر یعنی دوستا کم بسوزه علیم زود خراب میشه یعنی اموزای قو و بوی و اینش زود از بین میره کوشش کنین که از پیشتان نچسبه و سوخته بوی نگیره خوب دوستا ما وقت بسیار زیاد برش کار داریم ما به مدت دو ساعت تا سه ساعت یا دو زیادتر دوستا ما ایره به می ترتیب ایره جوش داده میریم تا ای که کاملا خوب دوستا ای ال شوه دوستای نازنین وقتی که شما به دیک مندازین و ایره شور داده میرین اندازیش به خودتان معلوم میشه توی که به چی زаمانی ی آماده خب دوستا قسمی که دیدین به علیم ما نزدیک به آماده شدن است و به این ترتیب سختی و نرمیش به می اندازه شده دوستا و قسم که میبینین تمام آبش یعنی خشک شده به یعنی ما به می اندازه ما ضرورت داریم دوستا زی زیاد نمیخوایم که بسیار سخت هم بسازیمش و بسیار نرم هم بسازیمش به می اندازه میگذاریم وقتی که دوستای عزیز علیم سر چوا خودم سخت کرده میرم. خوب دوستای عزیز من برتان واضح یعنی چون زیادتر براتان میگم که شما واضح تر بفهمین و بر شما هم کارش ساده تر و آسان تر شوه خب دوستای نازنین آله علیم ما کاملا آماده است ما به می ترتیب میخواستیم به می اندازه ضرورت داشتیم کاملا حلیم آماده شده والا دوستای عزیز ما ایره در که در نظر گرفتیم البته ما ایره میخوایم برای بعضی از دوستای ما به می ترتیب دمی قطیگکا انداخته و بالایش از چار و پودر دارچین استفاده میکنم کمی بروش اضافه کرده و دوستای نازنین اگر شما دوست دارین نگهداری نگه داری کنین بر خاطر رمضان و بر صبحانه تان چون علیم پختن علیم وقت زیاد کار داره شما میتونین که دم قسم زرفکا گذاشته و در فریزر تیر کنین و هر وقت که میخواستین بر صبحانه نوش جان کنین شب بیشتر یعنی شب قبلش از یخچال کشیده تا صبح کاملا آماده می باشه صبح میتونین که ایره به کرایی کم روغن اضافه کرده و البته یک قاشق یا دو قاشق روغن بالایش اضافه میکنین و علی متانه بالایش انداخته و ایجا با علیمه گرم میکنین یعنی و همچنان وقتی که علیم کاملا گرم شد شما در ظرف غری یا بشقاب که در نظر دارین میتونین که کشیده بالایش کم روغن اضافه کنین و همچنان از پدر دارچین به خاطر تزینش و اگر شما دوست دارین چهار مغز استفاده کنین کمی چهار مغز به می ترتیب دوستا که من شما را نشان می به می ترتیب شما آماده کرده میتونین فقط دکرایی پیش از گرم کردن یک قاشق روغن یا دو قاشق روغن انداخته علیم بالایش گرم میکنین و دوباره در بین غوری کشیده و دوباره دوستا برتان تکرار میکنم تا یکی درست تر بفامین و با چارمغز و پودر دالچین و همچنان دوستا دوست بوره را بعدا بالایش اضافه میکنین به مو اندازه که دوست دارین پیش رویتان میاندازین خوب دوستا امیدوار هستم خوشتان آمده باشه اگر خوشتان آمد ویدیوی مرا لایک کنین خداحافظ دوستای عزیز تا ویدیوی بعد